شتاب بخشیدن وقتی در شهر لاجولا در کالیفرنیا زندگی می کردن برای تمرین و امتحان کردن اراده مرتبات و چرخه دو مایل را مستقیم از کوههای سلداد بالا می رفتم. کارهای معدودی وجود دارند که می توانید آنها را داوطلبانه انجام دهید ده که در دورنج بیشتری از بالا رفتن از سر تند کوه در شما ایجاد کند. وقتی این گونه به خودتان فشار وارد می کنید به نقطه ای خواهید رسید که به اصطلاح می گویند به دیوار خوردید و با شخصیت واقعی درونتان درونیتان روبرو شدید ناگهان اهداف و ایده هایی که در مورد خودتان داشتید ناپدید می شوند و شما میمانید با چهره ای برهنه حقیقت ذهنتان شروع به پیدا کردن انواع بهانه ها می کند که چرا بهتر است دست از فعالیت بکشید این زمانی است که شما با یکی از بزرگترین سوالات زندگی روبرو می شوید. آیا همچنان درد را تحمل می کنید یا همچون چیپسی تورد می شکنید و متوقف می شوید؟ در سال 2009 عکس جلد نشریه موفقیت و بحث آن حل شخصیت لنس آرمسترانگ بود. من لنس را در جایگاه پیروزی در اولین تور مسابقات دوچرخ سواری فرانسه به یاد دارم. تور وارد مراحل طاقت فرسای داخل داخل کوهستان میشد. بقیه دو چرخ سواران مطمئن بودند که لنز جا خواهد زد چون هیچ شهرتی در بالا رفتن از کوه نداشت در خلال سومین صعود از کوه در شرایط بد جوی با بارانهای سرد مه و تگر لنس از تیم خود جدا شد او مانده بود و مسابقه دادن با بزرگترین قهرمانان صعود کوه در دنیا در هجده مایل صعود آخر بعد از پنج ساعت و نیم تلاش طاقت فرسا در کوه ها همه دو چرخ سوارها از پا در آمده بودند هر کسی باید عمیق ترین باقی مانده های توانش را به کار می بست آیا می توانستند تحمل کنند این بود آزمایشی ب... آزمای... آزمایش برای نجات پیدا کردن در سختی شدید و پیدا کردن قدرت لازم برای ادامه راه بود. چه کسانی می و متوقف می شدند و چه کسانی خیر در پنج مایلی انتهای مسابقه لانس فقط دو ثانی از قهرمانان سابقه این رشته فاصله داشت وقتی در حال بالا رفتن از کوهستان با دو چرخه هستید یک زمان بیپایان است لانس سر یک پیچ ایستاد و به سرعت از دو نفر جلو زد هر دوی آنها از قهرمانان جهانی این رشته بودند لانس با خرج کردن تمام قوای باقی مانده در درونش حمله کرد و چندین متر از سایرین جلو افتاد او بعدها در کتابش با عنوان موضوع و چرخه نیز در قسمت سفر, سفر, بازگشتن به زندگی گفت وقتی فضای خالی ایجاد میکنید و رقیبان شما واکنشی نشان نمیدهند این به شما میگوید آنها, می آنها آسیب هستند وقتی آنها سیپذیر پذیر هستند درست همان جایی که می توانید به آنها برسید با وجود آنکه به شدت خسته شده بود به سختی نفس می کشید و دست ها و پاهایش از شدت خستگی می سوختند به زدن ادامه داد بعضی دیگر تلاش کردند اما موفق نشدند به او برسند در خط پایان در حالی که همه با مشت های گره شده به سمت آسمان منتظر بودند مدعی غیر منتظره از خط عبور کرد و قهرمان تور و چرخ سواری فرانسه شد در این فصل در این فصل میخواهم در مورد آن لحظه های حقیقی و اینکه چگونه سر مرکب میتواند به شما کمک کند تا سطوح جدیدی از موفقیت را سریعتر از تصورتان به صحبت کنم. وقتی خودتان را خوب آماده کردید، آموزش دیدید، تمرین کردید و تلاش لازم را به خرج دادید، دیر یا زود با لحظه حقیقت خود روبرو خواهید شد همان لحظه که مشخص خواهید کرد چه کسی هستید و قرار است چه کسی شوید در آن لحظه هاست که رشد و پیشرفت به وجود می آیند اینکه گامی به جلو بردارید یا به عقب کشیده شوید به بالای جایگاه صعود کنید و مدار را از آن خود کنید یا از میان تماشاچیان موفقیت دیگران را تشویق کنید به شما بستگی دارد همچنین به این موضوع خواهم پرداخت که چگونه میتوان به صورت مداوم بیش از انتظار مردم خروجی داشت و موفقیت ها و خوشبختی ها را بیشتر و بیشتر ترکیب کرد. لحظه های حقیقت لانس در زندگی نامش می نویسد در هر مسابقه نقطه ای وجود دارد که دوچرخه سوار با رقیب واقعیش روبرو و متوجه می شود که این خودش است. در بیشتر لحظه های دردناکم در دوچرخه سواری در بالاترین حد کنجکاوی هم هستم اینکه هر بار چگونه واکنش با نشان می دهم بسیار برایم جالب است آیا نقاط ضعف درونیم را کشف خواهم کرد یا نقاط قوت آن را هنگامی که در کار خرید و فروش املاک بودم چندین مرتبه در روز با شکست مواجه می شدم. وقتی همراه خریدار احتمالی به یک ملک فروشی میرفتم و خریدار ملک را نمیپسندید شروع به آوردن انواع بهانه ها میکردم و به دفتر کارم باز میگشتم وقتی در محله های اطراف به دنبال خانه های فروشی میگشتم اغلب در زمان استراحت و وقت نامناسب یا در زمان تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقهشان به در خانه های آنها میرفتم و با پاسخ منفی روبرو میشدم مطمئن بودم باید به خودم کمی استراحت بدهم دوش بگیرم یا یک لیوان آب بخورم ولی به جای آن ولی به جای آنکه جا بزنم هر بار که با یکی از آنها دیوارهای ذهنی هر بار که با یکی از آن دیوارهای ذهنی یا احساسی مواجه می شدم به خودم یادآوری می کردم که رقبای من هم با همین چالش ها درگیر هستند. میدانستم این همان لحظه است که اگر ادامه دهم و جا نزنم می توانم از آنها پیشی بگیرم اینها همان لحظه های سرنوشت ساز موفقیت و پیشرفت بودند سخت یا چالش برانگیز نبود که بخواهم با جمعیت حرکت کنم و نخواهم از کسی جلو بزنم این مهم نیست که به محدودیت ها برمیخورید مهم این است که بعد از مواجهه با آنها چه, با آنها چه خواهید کرد لو هولز مربی مشهور راگبی میدانست کاری که شما بعد از انجام بهترین تلاشتان انجام میدهید سبب موفقیتتان شود. در این مسابقه در یک مسابقه تیمش در نیمه اول چهل و دو بر صفر عقب بود. در وقت بین دو, دونی... نیمه او به تیمش نشان داد که با تلاش برای سد کردن، تکل کردن و به دست آوردن توب می توانند بر حریف غلبه کنند. سپس به همه بازیکنان گفت آنها به... به این علت که می توانند در هر بازی تمام تلاششان را به کار ببرند در تیم نیستند. این کار را بازیکنان همه تیم ها انجام می دهند. او به بازیکنان تیمش گفت به این دلیل در تیم هستید که قادری در هر بازی بحرانی تلاش مضاعف کنید این تلاش مضاعف بعد از آن که تمام تلاشتان را کردید سبب ایجاد تفاوت خواهد شد تیم او در نیمه دوم به زمین رفت آنها توانستند بازی را در نیمه دوم به نفع خودشان تمام کنند این روشی است که شما با آن برنده خواهید بود محمد علی یکی از بهترین بکسورهای طول تاریخ بوده است نه تنها به خاطر سرعت و چابکی بالایش بلکه به خاطر استراتژی که اتخاذ میکرده این شهرت را به دست آورده است در سی اکتبر سال 1974 محمد علی بار دیگر برنده مدال قهرمانی سنگین وز شد در حالی که بر جورج فورمن یکی از اسطوره تاریخ بکس پیروز شده بود هیچکس حتی حامی قدیمی علی هوارد کوزل فکر نمی کرد علی شانس پیروزی داشته باشد. جو فرایزر و کن نورتن و کن نورتن علی را پیشتر شکست داده بودند و جورج فورمن هر دوی آنها را تنها در راند دوم شکست داده بود. استراتژی علی چه بود؟ بهره گرفتن از نقطه ضعف حریف جوانتر. عدم داشتن قوای پایدار. او میدانست که اگر فورمن رو به دیوار محدودیت‌هایش برساند میتواند از این موضوع بهره برداری کند این همان تاکتیکی بود که بعدها علی ازان با ام... علی ازان با عنوان به تناب بستن یک احمق یاد کرد علی به تنابها تکیه میداد و از صورتش محافظت میکرد در حالی که فورمن صدها مش در طول هفت راند به او میزد در راند هشتم فورمن خسته شده بود او دیگر به دیوار محدودیتش رسیده بود این همان جایی بود که علی موفق شد در وسط رینگ فورمن را مغلوب کند مواجهه با محدودیت مانع نیست بلکه فرصت است بار دوم دو بود که لانس آرمسترنگ در مسابقات دوچرخه سواری فرانسه با کوهستان روبرو میشد اولین صعود بزرگ, جای... سعود بزرگ جایی بود که لانس شکست ویرانگری را در همان سال تجربه کرد این به او صدمه زده بود و باعث شده بود مه. مهره کمرش در یک روز بارانی دوچار شکستگی شود. حال دوباره بارندگی بود. به جای اینکه به این موضوع فکر کند یا شک داشته باشد گفت این یک هوای عالی برای حمله است. میدانم بقیه رقبا این هوا را دوست ندارند. باور دارم هیچ کس در دنیا در سخت تلاش کردن نمیتواند بهتر از من باشد. روز خوبی برای من در راه است. او درست میگفت و دومین پیروزیش را تجربه کرد. وقتی شرایط عالی است همه چیز آسان می شود. دیگر هیچ حواس پرتی وجود ندارد. هیچ کس مزاحم شما نمی شود. هیچ وسوسه شما را تحریک نمی کند و هیچ چیز مانع شما نیست. در این زمان افراد دیگر هم کارشان را خوب انجام می دهند. این تنها تا زمانی درست است که موقعیت, که موقعیت دشوار نشده باشد. وقتی مشکلات از راه می رسند این شما هستید که باید ارزش خودتان را برای موفقیت و پیشرفت اثبات کنید. همانطور که جیمران میگوید آرزو نکنید ای کاش شرایط آسان تر بود آرزو کنید کاش شما بهتر بودید وقتی در انضباط رویه ها، ریتم ها و ثابت قدم بودن به نقطه محدودیت می رسید، باور داشته باشید این زمانی است که می توانید خودتان را از خود قدیمیتان جدا کنید. اندازه دیوار محدودیت را تغییر دهید و خود جدیدتان را نیرومند، آرمانگرا و پیروز ببینید. چندین برابر کردن نتایج من یک فرصت جذاب برای شما دارم درباره اینکه چگونه داشتن انضباط های ساده و رفتارهای خاص میتواند در طول زمان ترکیب شده و نتایج شگفت ایجاد کند صحبت کرده ایم حال اگر بتوانید سرعت این فرایند را بالا ببرید و نتایج خود را چندین برابر کنید چه می شود هیجان زده شده ای؟ ایجان زده شدید میخواهم به شما نشان دهم که چگونه کمی تلاش بیشتر میتواند به صورت تصاعدی خروجی های شما را افزایش دهد فرض کنیم ورزش بدنسازی انجام میدهید و طبق برنامه ورزشیتان باید باید دوازده تکرار را در وزن مشخصی انجام دهید حال وقتی تکرار دوازدهم را انجام میدهید دهید خداگاه برنامه را انجام داده اید خیلی عالی است همچنان ثابت قدم بمانید. خواهید دید که این نظم در طول زمان ترکیب شده و منجر به نتایج قدرتمندی برای شما خواهد شد. حالا اگر وقتی به تکرار دوازدهم رسیدید حتی اگر از بیشینه توان خود استفاده کرده اید متوقف نشده و تمام به باقی مانده توانتان را به کار گیرید و سه تا پنج تکرار دیگر انجام دهید تاثیر این کار در آن از چندین برابر خواهد شد شما فقط چند تکرار معمولی به برنامه ورزشی خود اضافه نکرده اید. خیر. آن تکرارهایی که بعد از رسیدن به بیشینه ای توانتان انجام دادید، نتایج شما را چندین برابر خواهد کرد. شما از درون دیوار بیشینه ای خود گذر کردید. این تکرارهای قبلی بود که شما را به آنجا رساند. پیشرفت واقعی کاری است که بعد از رسیدن به دیوار محدودیت خود انجام می دهید. آرنولد شوارتسر روش بسیار معروفی را در تمرین با وزنه به نام اصل تقلب ایجاد کرد. آرنولد فردی بسیار جدی در انجام تکنیک های تکنیک های کامل و اصولی بود. او مدعی بود که وقتی شما به بیشترین تکرار لیفت های خود به صورت صحیح می رسید می تواند کمی پشتتان را خم کنید و از سایر عضلاتتان استفاده کنید تا بتوانید تکرارهای بیشتری انجام دهید. این موضوع به تقلب شهرت پیدا کرد. این باعث می شود نتایج شما در آن ست بسیار بهتر باشد. شما می توانید این کار را با داشتن یک حریف تمرینی که در طول ست ها به شما کمک می کند تا چند تکرار بیشتر انجام دهید محقق سازید. تکرارهایی که به تنهایی قادر به انجامشان نبودید. اگر دونده هرفهی باشید، حتما این تجربه را داشته اید. به هدفی که برای آن روز تعیین کرده بودید می رسید و در بدن تان احساس سوزش می کنید. اکنون به نقطه محدودیت رسیده اید اما کمی بیشتر میدوید این کمی بیشتر گسترش شدیدی در توانایی ها و محدودیت و محدودیتتان ایجاد می کند و, و نتایج خود را با یک دور بیشتر دویدن چندین برابر کرده اید سکه اسرارآمیز فصل یک را به خاطر دارید همانی که هر روز دو برابر می شود. مثالی بود برای نشان دادن اثر مرکب. اگر در طول هر هفته یک بار بیشتر آن را دو برابر می کردید، رقم مرکب به جای ده میلیون دلار به 171 میلیون دلار می رسید. دوباره کمی تلاش بیشتر در طول چهار روز در ماه منجر به چنین نتیجه متفاوتی می شد. این گونه است که ریاضیات نتیجه کمی تلاش بیشتر را به خوبی نشان می دهد. نگاه کردن به خودتان به عنوان سختترین رقیبتان یکی از بهترین روش های چندین برابر کردن نتایج است. وقتی به دیوار محدودیت می رسید فراتر و بالاتر می روید. راه دیگر برای چندین برابر کردن نتایج این است که نسبت به گذشتهتان و انتظاری که سایرین از شما دادن تلاش بیشتری کنید. بیشتر از کافی کار انجام دهید. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.